سکوت دولت استانی آنتاریو کانادا در صحن مجلس. به احترام روز 40 مرگ مهسا امینی. دختری که نامش در هفته های اخیر صدها بار توسط هزاران نفر در کانادا فریاد زده شد. مهسا جینا امینی was brutally murdered by the morality police of the terrorist and illegitimate Islamic regime. امروز من و کاوه شهروز مهمان گلسا قمری نماینده پارلمان آنتاریو بودیم تا او را برای سخنرانی اش درباره وضعیت ایران همراهی کنیم. این اتفاقی که برای مهسا پیش اومد میتونست برای هر خانم ایرانی پیش بیاد و به خاطر این فکر کنم خیلی مهمه که هر کمکی که در وجود ما مردم ایرانی هست که تو خارج زندگی میکنیم بتونیم کمک بکنیم فکر کنم خیلی مهمه. کاری که کاوه شهروز، حقوقدان و فعال مدنی اهل تورنتو میگوید میتواند در روند همراهی کشورهای دموکراتیک تاثیرگذار باشد. دموکراسی بر همین پایه است که شهروندان نشون میدن به اشکال مختلف که خواستشون چیه. یکی از راه‌ها همین تظاهرات که نشون داد به دولت کانادا که خواسته جامعه ایرانی کانادایی چیه. متاسفانه تا الان فکر کنم برداشت دولت اشتباه بود، اما با دیدن 50,000 نفر در خیابون و تظاهرات در سراسر کشور به این نتیجه رسیدن که خب باید قدمی بردارن و به خواسته های ما باید بیشتر گوش بدن. کاری که دولت کانادا داره میکنه از 40 روز پیش خیلی فرق کرده. 40 روز پیش اصلا دولت کانادا راجع به این موضوع صحبت نمیکرد، ولی الان میبینیم که دولت کانادا حداقل 10,000 نفر رو که توی IRGC هستن گفته که اجازه ورود در کانادا ندارن. این یه قدم کوچیکه ولی یه قدم خوبیه و نشون میده که همینجوری اگه مردم ایرانی کانادایی ادامه بدن و صداشون رو بلند بکنن و رو دولت یه کمی فشار بذارن، شاید بتونه دولت کانادا بتونه اصلا کمک‌های دیگری بده. من دقیقاً حس می‌کنم، یعنی رابطه خیلی مستقیمی هست بین مردم داخل و خارج. اونایی که داخل هستن به ما میگن چی نیاز دارن و معمولاً نیازشون اینه که ما صداشون باشیم، اینجا تظاهرات بکنیم، با نمایندگان مجلس و مردمی که در دولت کار میکنن با اونها در تماس باشیم و خواسته های ایرانیان رو انعکاس بدیم و ما هم داریم این کارو میکنیم و اینو من میبینم که در سراسر دنیا در اتفاق میفته. این باعث خوشحالیه و فکر کنم رمز پیروزی هم خواهد بود. I want to let the people of Iran know that they are not alone in their fight for freedom and democracy. این بار گلسا قمری بازتاب صدای ایرانیان در مجلس آنتاریو بود. صدایی که به نظر می رسد این روزها به خوبی شنیده شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.